ملکی عزیز صدای منو میشنوین؟ بله میشنوم. آقای دستملکی، اولا بفرمایید که چون آقای امینی اشاره به حجاب کردن، به نظر شما اینکه جمهوری اسلامی تاکید بسیار بسیار شدیدی از ابتدا بر حجاب داشته، اگر اندکی از این نظریه فاصله بگیره به معنای فروریزی تمامی ایدئولوژیش نیست؟ به نظر من چنین هست به یک دلیل ساده. ببینید، اینا اومدن یک سری مسائل رو گفتن، اینا حدود الهیه و به اینا اصلا نمیشه زدن. و موقعی که میگم اینها اومدن گفتن، منظورم فعلا آن کسانی که صرفا در حکومت هستن نیستن، بلکه افرادی مثل سایر روشنفکران دینی، مثل آقای محسن کدیور هم میگه اگه تمام ملت ایران بیاید و به کشف حجاب رأی بدهد، این قابل قبول نیست، برای اینکه حدود الهیه و به این نمیشود دست زد. خب حالا موقعی که میگن حدود الهیه و حدود الهی حقیقت مطلقه، اگه بیان دست به یکی از این حقیقت‌های مطلق بزنن، همین مشکل رو در رابطه با سنگسار هم دارن، در رابطه با شلاق زدن هم دارن، در رابطه با 10 تا مسئله دیگه هم دارن. خب مردم خواهند گفت اگر که یکی از حدود الهی رو میشود کنار گذاشت، چرا دومی و سومی و چهارمی و پنجمی رو نمیشود کنار گذاشت؟ به همین دلیل هم هستش که اینها حتی در رابطه با مسئله سنگسار که اعتراض بین المللی هست، کوتاه نمی آیند. در زمان آقای خاتمی هم که تلاش می کرد چهره بهتری رو از جمهوری اسلامی ارائه بدهد، حکم سنگسار لغو نشد، بلکه همه رو اجرا نکردن، گذاشتن کنار. نفر بعدی که اومد اجرا کردن. اون زمان فقط به خاطر مصالح حکومتی از اجراش جلوگیری کردن، نه اینکه حکم صادر نشده. به همین دلیل حرف شما درسته، اگر که همین حجاب هم کنار بذارن حکومت میریزه، برای اینکه یکی از ستونهای حدود الهی رو که گویا حقیقت مطلق بوده کنار گذاشتن. خب موقع که اینو کنار میذارن، بقیه رو چرا نمیشه کنار گذاشت؟ حال بفرمید آقای دستملکی، در یک دو دقیقه که یعنی در واقع مشتاقیم نظر شما رو هم بدونیم که آیا جستجو برای برقراری یک جامعه سکولار و به دور از دولت دینی ما رو با دین و باور مردم رو در رو نمی کنه؟ ابدا نمی کنه. ما مثالایی داریم که همین الان هم هستن، از امریکا گرفته تا کانادا و استرالیا و تمام کشورهای اروپایی، از سوئد و نروژ و نمیدونم سوئیس و آلمان و فرانسه، در کدوم یکی از اینها مردم به ستیز با دین برخواستن که چنین تبلیغاتی میشه؟ و درست در یک نظام دموکراتیک پارلمانی مدرن مثل همین کشورایی که مثال زدم، دین امنیت پیدا میکنه. این که عده‌ای در اون جامعه به نقد دین بپردازن حق اونهاست، این جزء حقوق به رسمیت شناخته شده بشره، حق بیان آزاد اندیشه. اینکه یه عده‌ای، یعنی اگر که شما اصولاً مسائل سیاسی، اجتماعی، فلسفی و غیره رو نقد نکنی، بدون نقد و صیغل اصلا جامعه جلو نمیره. در نتیجه مسئله نقد دین جزء حقوق هر فردی هست و این جزء حقوق بشرشه. و توجه هم داشته باشیم که مسئله روشنگری در اروپا با نقد مقدسات و کتاب مقدس شروع شد، برای اینکه عقل رو به جای ایمان گذاشتن. به همین دلیل من فکر میکنم که این مسئله ابدا نیست، تبلیغات سوء اونهاست. با در نظر گرفتن یک چیز دیگه هم، اینم مهمه، شرایط کنونی ما امروز. چون در ایران حکومت دینیست، هر کسی که میخواهد حکومت را نقد بکند مجبور می شود به آنچه که ایدولوژی حکومت است، به آنچه که قوانین حکومت است بپردازد، و این قوانین و این ایدولوژی بر پایه دین و مذهب است، دیگه چاره ای اصولا نیست. توجه میکنید؟ یعنی من مثال خودم رو میزنم، من اگر که حکومت دینی نبود به نقد حکومت می پرداختم، و چون حکومت دینی نمی بود لزومی نداشت که به اون مسائل هم بپردازم. مسئله نقد دین کار یه دی دیگه بود.
من امروز به اینها میپردازم برای اینکه جزء حکومت هستن، نه اینکه مسئله صرفا دینی. بسیار ممنونم آقای مهندس پرویز دستمالچی. جناب آقای امینی، بله، خواندم که آقای اردشیر امیر ارجمند، مشاور عالی آقای میرحسین موسوی، برای اولین بار در یک نشست در برونمرز در برلین، همین شهر اقامت و زندگی آقای دستمالچی، بدون اجازه ایشون، ایشون نبودن و برگزار کردن برنامه، در اونجا حضور پیدا کردن و از جمله گفتن که همفکران ایشون مخالف با استبداد و مدافع حقوق بشر و مسالمت جو بودن، رهبری غیر متمرکز، ملی بودن، قانونگرایی و تنوع نیروهای تشکیل دهنده رو از جمله مهمترین مشخصات جنبش کنونی دانستند. این آقای امیر ارجمند همچنین گفتند که ما مسلمانیم و به مسلمان بودن من هم افتخار میکنیم، ولی حضور دیگران رو هم میپذیریم و به رسمیت میشناسیم. همینی، این گفته ها تفاوتهای زیادی با آنجا شما میگویید دارن؟ بله، برای اینکه ببینید ایشون میفرمایند که نخستی که روشن نمی کنند وقتی که میگویند که ما مدافع حقوق بشر هستیم، یعنی این جنبشی که یا اون جریانی که آقای موسوی در رهبریش قرار داره و ایشان دربارش صحبت میکنن مدافع و بشر هستن، آیا موضوعی که مورد نظر این ایشان هست اعلامیه جهانی حقوق بشر است یا یک مفهوم بسیار کلی به نام حقوق بشر؟ چون هر کس و ناکسی میتواند از حقوق به طور مطلق و عام یا بشر به طور مطلق و عام صحبت کند. حقوق بشر امروز یک مفهوم خاص پیدا کرده است و اون اعلامیه جهانی حقوق بشر است. یعنی دفاع از اعلامیه حقوق بشر، تشکیل حکومت دینی رو مخالف حقوق بشر می داند. یعنی این اعلامیه، اگر ایشان می گویند که ما مدافع حقوق بشر به مفهوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است، این رو باید روشن بگویند. اما این قسمتی که لطف کردند، ایشان گفتند که ما مسلمانیم و به این هم افتخار میکنیم، ببینید هر باورمند دیگری به هر دین دیگری هم طبیعتاً به دین خودش، به باور خودش افتخار میکنه. این که میگویند که ما دیگران رو میپذیریم و به رسمیت میشناسیم، از زمان انقلاب مشروطه، انقلاب مشروطه دیگران رو به رسمیت میشناخت، یعنی صاحب کتاب رو به رسمیت میشناخت. یعنی چی ما به رسمیت میشناسیم؟ اصلا در یک دولت مدرن، در یک دولت حقوق بشری، کسی دارای حق به رسمیت شناختن دیگران رو نداره. یعنی ایشان دارای حقوق ویژه‌ای نیستند که بنده رو به رسمیت بشناسند، یعنی من هم باید ایشون رو به رسمیت بشناسم. شوربختم بگویم که ایشان مانند صاحب خانه صحبت میکنند، یعنی ایشان و کسانی مانند ایشان و دیگر بسیاری از روشنفکران دینی صاحب خانه هستند و یه حقوقی هم برای من مسکین قائل هستند که بنده رو هم به رسمیت میشناسن. یعنی چی منو به رسمیت میشناسن؟ منو به رسمیت میشناسن یا به رسمیت میشناسن که ما با ایشان دارای حقوق برابر هستیم؟ آیا ایشان یک انسان بهایی رو عنوان یک انسان به رسمیت میشناسند یا میگویند که کسانی که بهایی به دنیا آمدند و بهایی هستند در ایران حقوق برابر با یک شیعی دارند؟ یعنی آقای موسوی و آقای امیر ارجمند و یک بخت برگشته بهایی یا کلیمی یا غیر مسلمان یا بیدین در ایران دارای حقوق برابرند یا ایشان لطف میکنند و دیگران رو به رسمیت میشناسند، اجازه میدهند که زندگی کنند، حضور داشته باشند؟ خب این جملات رو ما سالها شنیدیم. این حرفایی است که آیت الله خمینی زیر درخت سیب در نفل و شاتو مطرح میکرد که همه با هم برابرند و اسلام رحمانی همه رو